اگر نگید اقراق میکنه، یکی از امنیتی ترین روزهای تاریخ معاصر کشور ما، تاریخهای قبلتر دیگه نمیدونیم، دیروز از سر ملت ما گذشت و واقعا افتخار به مردم ایران، به قول اون آقای مارک شوستر مفسر NPR امریکا که میگفت ایرانی ها، من 30 سال کارم گزارش کردن همین حرکت های مردمی رادیوی ملی آمریکا، بله خیلی ایرانی ها، ایشون بسیار آدم متخصص، میگفت من به جرأت میگم ایرانی ها تحصیل داناترین و شجاعترین ملتی هستند که من دیدم، و به نظر من دیروز هم دوباره ایرانی ها این رو ثابت کرد. برگردم به همون بحث تظاهرات، هر ساله مقارن با این سالگرد 22 بهمن و دهه فجر و این تظاهرات مردمی 22 بهمن عده زیادی می اومدن، یعنی حال نیاز این بحثی که بسیج کردن امسال و مطرح کردیم، ولی سالهای گذشته هم بود، حالا ممکنه انبوه جمعیت به این حد به این شدت نبود، اما بسیاری به صورت به قول معروف خودشون شرکت میکردن، بعضیا حتی به قصد قرب الهی و انجام وظیفه دینی و بعضی هم انجام وظیفه ملی میومدن و در 22 بهمن شرکت میکردن. چه تمایزی افرادی که امسال شرکت کردن، امسال در این راهپیمایی بودن، با سالهای گذشته با اون کسایی که خودشون میومدن و از نظام حمایت میکردن میشه قائل شد؟ اتفاقا من تقریبا تا اونجایی که امکان داشت و فیلم از ایران اومد بیرون، هنوزم ادامه داره، حالا هنوز خود کار داریم ما تصویر کامل رو بگیریم، ولی سعی کردم که همین سوالی که الان شما مطرح می‌فرمایید و بگردم دنبالش ببینم بالاخره حالا این ساندیس خورا و نمیدونم 80,000 تومان پول بده و سرباز پادگان و اینا که حکومت برداشته آورده در رفته، تش کی خودش به پای خودش احتمالا اومده تو خیابون بگه که بنده مدافع آقای خامنه‌ای و یا این سردارای راندخور سپاه یا دولت آقای احمد نژاد هست؟ خیلی توی تصاویر من دنبال چهره‌های اینجوری میگشتم ببینم، به قول شما اینایی که سالیان قبل بالاخره یه درصدی خودشون میومدن، دوست داشتن این نظام رو، اعتقاد داشتن به هر دلیلی با هر باوری و پشتیبانی میکردن. من ندیدم، شاید جایی هست به چشم من نیومده، ولی واقعا دنبال هرچی کردم من هیچ کس رو ندیدم. البته آقای جدینی ها اینم عرض کنم، دوستان ما سنجش افکارهای دقیقی در ایران میگیرن، پژوهشگران مستقل، آخرین سنجش افکاری که گرفتن نشون میداد که فقط 8% مردم میگن که این رژیم و دولت احمدی نژاد رو پشتیبانی میکنه، 16% میگن باشه رژیم بمونه و اصولا حکومت اما بعد عوض شه، دولت عوض شه و حتی آقای خامنه‌ای عوض شه، اما یک اکثریت 76% مردم میگن که کل نظام رو نمیخوان دیگه. و بی خودم نیست که دیروز در تظاهرات شعار رفراندوم این از شعار مردم میشه شعار محوری، برای اینکه مردم به درستی در واقع میگن آقا صاحب خونه ماییم، بنابراین حق داریم که صندوق بذارید از ما بپرسید ما این حکومت را اصلا میخواییم یا نمیخواییم، صحبت از یک حق انسانی و واقعی میکنند. لذا فرق اساسی به نظر من، یکی دیگه از نکاتی که از تظاهرات حکومتی دیروز و حرکت مردم میشه نتیجه گیری کرد، این است که حکومت در واقع دیروز کاملا خودش به همه دنیا هم نشون داد که هیچ طرفداری نداره مگر یک عده آدمی که خودش ور میداره میلیاردها میلیارد هزینه میکنه میاره توی میدون میچینه هورا بکشه. بسیاری از این نظام‌های رادیکال، بسیاری از این انقلاب‌ها، مثلا به عنوان نمونه کوبا، بعد از مدتی اینا به خیلی خردگرایی میرسن، یعنی روش‌هایی رو به کار می‌برن که مردم کم کم این نظام و این سیستم میپذیرن و روش‌ها فنی‌تر میشه در برخورد با مردم. اما ما می‌بینیم که تو این اتفاق، به خصوص همین اتفاقات بعد از انتخابات، یک سری دوباره استفاده از روش‌های ابتدایی و اولیه باب شد، مثل حمله به مردم زدن و ارعاب. دلیل اینکه دوباره این به قول معروف مسیر برگشته سر نقطه اول چی میتونه باشه؟ خیلی سوال خوب و دقیقیه. یعنی چرا حکومت در واقع بعد از پشت سر گذاشتن
جنبش اصلاحات و تا حدی هم کارشناسی تر شدن دوباره برگشته به یک جایی که چند پلم عقبتر از اول انقلابه در واقع، برای اینکه حداقل اول انقلاب آدم‌های انقلابی که اومدن نسخه اصلیش بودن، درسته ورژن تراژدی بود انقلاب، اما اون حرف معروف هگل که مارکس نقل میکنه تاریخ دوبار تکرار میشه، این آقایون در واقع ورژن کمدیشن و تکرار کمدی تاریخ رو دارن میکنن. من فکر میکنم خیلی دلایل احتمالاً برای این هست، ولی فکر میکنم شاید اصلی ترین دلیل برای اینجور نزول کارشناسی حکومت، نزول آدمهایی که با حکومت همکاری میکنند، مال این است که آقای خامنه‌ای در واقع برای اینکه جنبش اصلاحات رو شکست بده، ایشون کاری که کردیم بود که اومد نظامی ها رو از توی صندوق در آورد، سپاه رو، اونم نه همه سپاه رو، سپاهی رو که ابتدا تسویه شد از خیلی بچه هایی که برحال هر عیبی داشتن، آدم های فداکاری بودن، مخلصی بودن، جنگ رو فداکاری کرده بودن، یک عده آدم فرصت طلب، منفعت دوست، سردارای راندخور، دست بوس، تنها نکتهشون در واقع این نیست که دست ماچ بکنن، یعنی آدم هایی مثل فرض کنید فرمانده سپاه تهران آقای کریمی که حالا فوت کرد، بالاخره هر آدمی بود اما یه خوبی داشت که آدم مستقلی بود، زیر بار این که بره فقط دست آقا رو ماچ بکنه نمی رفت. اما همه اینا جایگزین شدن با یک عده سردارهای راندخوری که فقط مداهنه بکنن و فهمشونم از نظامیگری حتی این است که آدم بکشن، دستگیر بکنن، تجاوز بکنن و حتی فهمشون از سود اقتصادی خودشون هم این است که 48 هزار میلیارد تومان پول بانکا رو بگیرن بخورن پس ندن، روز روشن اسامیشون هم الان منتشر شده تو دست مردم میچرخه که 300 نفر در واقع بیش از 70% این پول رو گرفتن خوردن و پس نمیدن. این آدم ها به نظر من بهترین سمبول این آدم ها که جلوی پرده شما میبینی خود آقای احمد نژاد رئیس جمهور محبوب آقای خامنه ایه، یعنی کسی که شما میبینید گاهی آدم عرق شرم به پیشونیش میشینه که نوع حرف زدن این آدم، نوع استدلالش، دانشش، وردینگ و لغتی که به کار میبره که یک بچه دبیرستانی مثلا شیمی کلاس 12 خونده باشه نمیگه انرژی اتمی تو خونش درست کرده، میدونید اصلا نوع حرفایی، من نمیدونم کجا درس خونده و چه جور مهندسی یا دکترایی گرفته، و امثال این آقایون رو آقای خامنه ای این آدم ها رو ابتدا به سپاه مسلط کرد، بعد با اون سپاه در واقع به همه جناهای سیاسی رو از میدون بیرون کرده، بنابراین گفت بیله دیگ بیله چوغندر، این مملکت شکل این حکومت شکل این آقایون شده، شکل شخص آقای خامنه ای و این اعوان انصاری که چید. قبل ترش ایشون هنوز قدرت رو انحصاری خودش نکرده بود، دیگرانی هم بودند، اما شکل ایشون شده و این اعوان انصار نظامی های راندخور بیلمستی که در واقع آورده حاکم کرده با رئیس جمهوری که مورد تایید اونهاست، و حالا در واقع اون تضاد اصلی کشوری نیست که یک ملت هم میخوان شکل این هیئت حاکمه بکنن، طبیعی است که ملت با فرهنگ و فرهیخته ایران زیر بار این نمیره، وایساده میگه آقا بنده نمیخوام زیر بار این برم که این آدمو بذاری رئیس جمهورم، و خلاصه این جنبش سبز الان این است که اراده ملی در مقابل اراده یک نفر به نام رهبری ایستاده، و مطمئنم باشید که اراده ملی حاکم خواهد شد. متشکرم از توضیحاتی که دادیم. بختمون برای برنامه امروز علارغم اینکه موضوع بسیار گسترده است و بربرش میشه بسیار حرف زد و حرفهای نازد بسیار فکر میکنم ناگفته بسیار باقی مونده، اما در اینجا میریم به استودیو خبرمون.